سرخط خبرها خبر بعد روحانی درباره کرونا و آمریکا نخستین گام را برای بازگشت به برجام برداشته است سیاست ایران مبتنی بر دیپلماسی است درود بر شما همراهان گرامی به بسته خبری تحلیلی دیگری از اتاق خبر خوش آمدید برای آگاهی از داغترین اخبار روز دنیا و ایران کانال ما را دنبال کنید مشروع خبرها خبر بد روحانی درباره کرونا حجت الاسلام و حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابل با ویروس کرونا با تشکر از مردم برای مراعات پروتکل ها در سفرهای نوروزی گفت برخی از مردم اصلا سفر نرفتند و برخی هم در سفرها پروتکل ها را رعایت کردند البته مجموعه رفت و آمد های قبل از عید و ما بعد آن سبب شده که احتمالا با مشکلی در شیوع کرونا مواجه شویم وی افزود الان هم در دو استان طبق بررسی ها موج چهارم آغاز شده و اگر ما رعایت نکنیم این وضعیت میتواند در سایر نقاط کشور هم تکرار شود. اهم اظهارات وی بیتردید یکی از حوادث بسیار مهم در قرن اخیر همین اپیدمی کرونا است. اینکه نزدیک به سه میلیون نفر در دنیا از دست رفتند که حالا این هم آمار رسمی و ثبت شده است. و وگرنه قطعا بیش از این میزان افراد را در کام خود فرو برده است. ما همواره در همه موارد و هر جا که برای ما مشکلی پیش آمده قدرت ملیمان یک قدرت بسیار مهم مقابل افتخار بوده. وقتی ملت در برابر مشکلات با چنگ و دندان استادگی کرده موفق شده و آن را از سر گذرانده است ما هم به عنوان دولت در طول چهار ماه باقی مانده از عمر خود یکی از مهمترین کارهایمان را همین مقابله با کرونا میدانیم مقابله با کرونا شکستن تحریم تکمیل طرحهای پیشروی اقتصادی و رسیدگی به معیشت مردم از جمله چهار محور اصلی کار دولت در چهار ماه آینده است کرونا در طول چهارده ماه اخیر نه از میان رفته و نه تضعیف شده. این ویروس نه تنها باقی مانده بلکه بدتر شده و جهش یافته است. این نوع جدید که چه انگلیسی، چه برزیلی و چه هر نام دیگری فقط یک خط مستقیم به سمت بالاست و نشان می دهد که چقدر خطرناک است. تنها راه این است که ما توانمند شویم و جامعه را در برابر آن نیرومند سازیم که یکی از راه های آن همین واکسیناسیون است. ساخت و خرید واکسن در همین راستا جزو یکی از مهمترین کارهای دولت در مقابله با کرونا است. همچنان دور ها و تجمعات یکی دیگر از مواردی است که باید آن را بسیار مراعات کنیم. تعهد و مسئولیت پذیری مردم که در چندین ماه اخیر ادامه داشته را باید حفظ کنیم. آمارها به ما میگویند که مراعات کم شده و هرگاه مراعات کم شود، آمار کرونا بالا می‌رود. زمانی رعایت پروتکل های بهداشتی بالای 85 درصد بود ولی وقتی زیر 60 درصد رود معلوم است که وضع چگونه خواهد شد ما نسبت به مسافرانی که از خارج کشور می آیند هم رعایت پروتکل ها و مقررات را حفظ کرده ایم این موضوع برای همه پروازها و ورود افراد به کشور رعایت و انجام می شود با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا برای برگزاری مراسم مذهبی در ایام ماه رمضان در مناطق آبی و زرد برگزاری مراسم مذهبی با رعایت پروتکل های بهداشتی قابل انجام است و در مناطق نارنجی و قرمز هم این امر ممنوع خواهد بود البته در مورد شبهای قدر با توجه به اینکه ما در ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا همچنان فرصت برای تصمیم گیری داریم هنوز جنبندی نهایی را مشخص نکردیم و در روزهای آتی با توجه به وضعیت شیوع کرونا در کشور که امیدواریم سخت و دشوار نشود درباره آن هم اعلام نظر خواهیم کرد. و آمریکا نخستین گام را برای بازگشت به برجام برداشته است. سیاست ایران مبتنی بر دیپلماسی است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم ده تأکید کرد اگر گام های آمریکا برای احیای برجام اساسی و راهبردی بوده و به معنای شکستن شاکله تحریم باشد احتمال موافقت ایران زیاد است ولی اگر گام های کوچک برای رسیدن به گام های بزرگ باشد ایران قطعا موافقت نخواهد کرد حشمت الله فلاحت پیشه در تحلیل نشست روز گذشته کمیسیون مشترک برجام و تصمیم برای ادامه این نشست به صورت حضوری در روز سهشنبه گفت واقعیت این است که یک تحول تازه در موضوع برجام شکل گرفته است. دولت جدید ایالات متحده در ابتدا مقداری سیاست وقت کشی را در دستور کار قرار داد، و برخلاف وعده های انتخاباتی سعی کردند تا برای گرفتن امتیاز بیشتر از سیاست تحریم و فشار حد علیه ایران استفاده کنند اما مشاهده کردند که جمهوری اسلامی ایران گزینه های دیگری را در پیش گرفته که به مراتب شدیدتر از سیاست های اتخاذ شده در زمان ترامپ بود به گزارش ایلنا وی خاطر نشان کرد ایران در زمان دولت ترامپ یک سیاست کنترل شده برای حفظ برجام در پیش گرفت زیرا این امید وجود داشت که سیاست وی در آمریکا فراگیر نباشد و وعده های انتخاباتی بایدن و دیگر دموکرات ها همین شرایط را نشان میداد اما بعد از اینکه یک ناامیدی از دولت بایدن شکل گرفت عملا ایران مواضع جدی خودش را رو کرد این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رفتاری که ایران از دولت جدید آمریکا مشاهده کرد، منجر به این شد که در مجموع های کاهش تعهدات در دولت جدید بیشتر از مجموع گامهایی باشد که در زمان ترامپ برداشته شد. وی با اشاره به امضای سند جامعه همکاری های ایران و چین گفت هنگامی که توافق راهبردی ایران با چین امضا شد موضع دیگری در ایالات متحده شکل گرفت و آن این بود که برای اولین بار مشاهده کردیم در داخل آمریکا جریان های مختلف از جمله دموکرات ها دولت بایدن را مورد انتقاد قرار دادند که سیاست اشتباه او منجر به شکل گیری کانون های مخالف هژمونی آمریکا در دنیا می شود. فلاحت پیشه ادامه داد کشورهای اروپایی سعی کردند به صورت فریبکارانه برخلاف مواضع خودشان در زمان ترامپ یک سری مسائل دیگر را به برجام اضافه کنند که امروز مشاهده می کنیم تعدیل پیدا کرده است. وی تاکید کرد نشست روز گذشته کمیسیون برجام یک گام اساسی به حساب می آید و در روز سهشنبه هم مشاهده می کنیم آمریکایی ها اولین ورود جدیشان را به بحث برجام انجام می دهند. وی همچنین یادآور شد مشاهده کردیم در طول این مدت کارشناسان طرحهای مختلفی را اعلام کردند که آخرین آن تحت عنوان بازگشت گام به گام طرفین به برجام مطرح شد معتقدم اگر گام ها اساسی و راهبردی باشد و به معنای شکستن شاکله تحریم باشد احتمال موافقت ایران زیاد است ولی اگر گام های کوچک برای رسیدن به گام های بزرگ باشد ایران قطعا موافقت نخواهد کرد وی ادامه داد امیدوارم شرایطی شکل بگیرد و طرف های توافق به یک زبان مشترک برای گفتگو برسند چرا که بیشتر از این نباید زمان را کشت و هرچه زودتر باید امکان اجرایی شدن برجام فراهم شود متاسفانه تحلیلی در ایران، اروپا و آمریکا شکل گرفته مبنی بر اینکه اگر برجام در زمان این دولت احیا شود چه تفاوتی با برجامی که در آینده ممکن است احیا شود دارد. معتقدم این ضعف برخی نهادها از جمله شورای عالی امنیت ملی کشور است که اجازه چنین بحثهایی را میدهد طبق قانون موضوع هستهای و برجام جزء سیاستهای کلان کشور است که در دولتهای مختلف تغییر نخواهد کرد ممنون و سپاس از همراهی شما عزیزان روز خوش خدا نگهدار